دوستی که فرستاده و عرض تبریک سال نو با آقای مصداقی، گفته زمانی بود که اطلاعات فیک و بدون سند برای رولای زن فرستاده میشد، این فرد متوهم به صرف محرمانه دانستن اطلاعات خود را از توضیح درباره منبع خبر معاف میدانست. تفاوت آن خبرها با خبرهایی که از جانب ایران اینترنشنال منتشر می شود چیست؟ صرف اینکه یک گروه هکری اسنادی را به دست آورده است کافی است تا بتوان آن را موثق دانست؟ آیا این مش گروه های امنیتی نیست که شما فکر کنم همه رو پاسخ دادید؟ ببینید، من اول توضیح بدم خدمتتون. یه موقع از گروه هکری چیزی رو هک میکنه، خب اون فرق میکنه. یه موقع از شما میگید من از درون رژیم به دست آوردم. این از درون رژیم به دست آوردم غالبنش از خود رژیمه، اینجوری هم نیست. یعنی یه وصلی به یه جایی که از نظر من غالبا خود رژیمه و با این نوع اخبار بازی میکنه. خب ما میدیدیم چقدر بازی داده بودن این علی جوانمردی رو. صبح داشتم میگفت خامنه‌ای در حال مرگ، خامنه‌ای مرده، خامنه‌ای دیگه اون که میگفت قلبش رو عمل کردن با هلیکوپتر رو بردن، خامنه‌ای تو زیر زمین، خامنه‌ای زیر تنفس مصنوعی و و و اصلا خود لازم 5 سال پیش میگفت خامنه‌ای مرده، بعد قرار کودتا کنن، بعد آبان اعلام میکنن. ببینید از این حرفا اینقدر رو لازم زد، الان خدا میدونه که دالو میارن چند وقت اعدامش کردن، ولی هنوز خامنه ای هست. این میگه خامنه ای مرده، کودتا دارن میکنن، کودتا کردن. مثلا داستانایی که مطرح میکرد یادتونه میگه. خب ولی اونا خب مشخص بود یک نفری تو وزارت اطلاعات، این که دو فیلمش هست، طرف داره بهش دیکته میکنه، اینا قبل از دستگیری روح الله زم همه اومد بیرون، کاملا مشخص بود همون حرفایی که بنده میزنن. و بعدش هم مشخص شد یه سری اخباری که تحت عنوان اخبار بیت رهبری و اینا بود، به اصطلاح یه ایمیلی درست کرده بودن تحت عنوان پسر خامنه ای. روح الله زم هم فکر میکرد پسر خامنه ای از باباش بریده وضع شده به این، باباشو ول کرده سینه زن روح الله زم شده. فکر کنید، یعنی باید آدم چقدر ساده باشه و چقدر متوهم باشه که فکر کنه پسر خامنه ای اونو ترک کرده به روح الله زم پیوسته توی فرانسه که تو 70 تاسه و یه ستاره نداره. فکر کنید، خب اونم یه پسر کسی که الان رهبر شیعه و شیعیان جهان و یارو نمیتونه نه کاری کنه نه جایی بره، هرچه خارج هم بیاد براش جهنمه، بعد باباش هم ول کنه، بعد بیاد به روح الله زن بچسبه. فکر کنید، خب این همچی تصوراتی داشت و دیدید با اون ساده اندیشی کشوندنش عراق و اونجوری بردنش و قربانیش کردن. ولی گروه هکری، ببینید اینا رو دوستان، من صحبتایی که من میکنم تا قبل اشتباه نکنید، من تایید کردم گروه عدالت علی رو، دستگاه امنیتی اومد گفت اینا مال خودشونه و خودشون دارن منتشر میکنن. دوستان یه عنایتی داشته باشید به گفته های من، خواهش میکنم اون چرا که من میگم توجه کنید. اشکالی نداره، شما میتونید نظر خودتون رو داشته باشید، ولی به عنوان نظر من جایی مطرح نکنید. لطف کنید اون چی که میگم رو بهش توجه کنید. میگم نظر خودتون که خب به طب همه جا میتونید نظر خودتون بگید و ازش هم دفاع کنید، اون مشکلی نیست، ولی به عنوان نظر من نباشه. من دارم تأکید میکنم که گروه عدالت علی اون مواردی رو که به عنوان حک کرده بودن و در آورده بودن اونا واقعیه، نظر من. خب ولی که رژیم رفت یه چیزی شبیه اون ساخت و الانم کسی نگفته هک کردیم این سندای در واقع در اومده رو، یا این میگن به حالا نکته جالب ترجش هم اینه که این رسیده هم دست ایران اینترنشنال هم دست ایران بایر. چرا؟ چرا دو جا؟ چرا یه نفر به دو جا میده؟ و یکی بس بود دیگه. میدونی به نظر من خود همینم نشون میده یه کمی موضوع بوداره، به دو تا کانال هم میدن. من اینجوری فکر میکنم. ممنون، خیلی
بریم سراغ صحبت‌های خامنه‌ای در مشهد. اونو چجوری تعریف کردی؟ ببینید، به نظر من مهمترین نکته ای که خامنه ای روش دست گذاشت این بود که امکان تغییر قانون اساسی وجود نداره و تأکیدم کرد که یه دهی در داخل کشور هم این مسائل رو مطرح میکنن. منظورش میرحسین موسوی بود. او بود که طرح تغییر قانون اساسی رو مطرح کرده و عبور از قانون اساسی جمهوری اسلامی رو طرح کرده. خامنه ای روی سخنش به او بود، اون تا اسم نیاورد و به این ترتیب میخواد سمت و سوی نظام رو مشخص کنه. اینم خدمتتون بگم، قانون اساسی در زمانی که خامنه ای در قید حیات هست در واقع ولی فقیه که تصمیم میگیره قانون اساسی رو تغییر بده، بعد این ولی فقیه عده‌ای رو مأمور این کار میکنه، درست مثل همون اتفاقی که در سال 67 اتفاق افتاد، 68، و خمینی هیئتی رو مرکب از شورای نگهبان و رؤسای قوه بود، تعدادی که خود خمینی معرفی کرده بود، تعیین کرد و اینا مأمور شدن به بازنگری در قانون اساسی. دوباره خامنه ای میتونه این کارو بکنه، ولی میدونیم هر بار که چنین اتفاقی در نظام اسلامی بیفته به ضرر مردمه، یعنی نظام بسته تر میشه، نظام به سمت فلاکت و نکبت بیشتر میره. و این قانون، چون میدونید قانون اساسی در سال 58 نوشته شده، علارغم همه عقب موندگی هاش چون تو فضای انقلاب بوده یه مقدار چیزهای مثبت توش وجود داره. 68، 10 سال چون ازش گذشته بود، ببینید بسیاری از نکات مثبتش رو حذف کردن. و چرا؟ چون تو فضای جدیدتری بود. الان اگر خامنه ای بخواد هیئتی رو تعیین بکنه برای ترمیم قانون اساسی، مطمئن باشید به مراتب بدتر از اینی که هست خواهد شد، چون رژیم امروز منقبض‌تره و با سرعت به سمت ته چاه ارتجاع فرو میره و این خب محصولش حتما بدتر خواهد. ولی اون چی که خامنه ای منظور نظرشه، یعنی رفراندوم بیرون از نظام، خلاصه میکنید همون چیزی که میرحسین موسوی گفته. و خب خامنه ای روی اینجا ایستاده و شمشیر میگیره و شمشیر کشیده. یه موضوعی رو خدمتتون عرض کنم و اون، خب میدونید خامنه ای هراس داره از میرحسین موسوی، الان میگم چرا. ببینید در همین ماه گذشته میدونیم که تعداد زیادی رو خامنه ای عفو کرد و آزاد کردن. میدونید حتی بسیاری از مخالفین بودن، بسیاری از کسانی که مطرح بودن، کسانی که حالا در مخالفت یا ضدیتشون خیلی تیز و محکم جلو رژیم وایساده بودن، اینا رو هم آزاد کرد تحت عنوان عفو. یعنی میخواست مانور قدرت هم بده اگه ملاحظه کرده باشی. منتها کسایی که حتی میدونید تعداد زیادی رو آزاد کردن بدون اینکه دادگاه برده باشن و محکومیت گرفته باشن، یعنی در حالی که اینها هنوز تو مرحله صدور کیفرخواست بودن اینا رو آزاد کردن. این مانور قدرت خامنه ای بود و اینکه به اصطلاح بیاد بگه که من نسبت به اوزاد مسلطم. حالا بیشتر هم میشه راجع به این توضیح داد، اما نکته اصلیش این بود که علی رغم اینکه این همه آدم رو آزاد کرد، ولیکن میرحسین موسوی رو و کروبی رو اینها رو آزاد نکرد. ملاحظه کنید، یا اینها رو از حصر در نیاوردن. چرا؟ سوال اصلی اینه دیگه، این همه آدم آزاد کردید بسیار خوب، چرا موسوی از حصر بیرون نیاد؟
میدونید چرا؟ ببینید نکتهش اینجاست. خامنه ای به شدت هراس داره، برای اینکه همچنان میرحسین موسوی رو به عنوان یه آلترناتیو میبینه و به عنوان یک نیروی میبینه که میتونه نیرو دور خودش جمع کنه، برای این میترسه. نگاه کنید، حاضر هر کسی رو آزاد کنه ولی میرحسین موسوی رو نه. چرا نه؟ کسایی که در دشمنی باهاش خیلی خیلی از میرحسین موسوی جلوترن، ولی چرا نه؟ ببینید کاملا مشخصه و اون پتانسیل درونی موسویه و اینکه موسوی چه بسا مورد توجه قرار بگیره. خامنه ای شدیدن هراس داره از وجود آدما و به این دلیله، حالا من اینو بعدا توضیح میدم خدمتتون، برابری الانم روی سخنش به موسویه و اینکه چنین اجازه رو من نمیدم و چنین شانسی رو شما نداریم. این مهمه که توجه بهش بکن. این مهمترین نکته بحث خامنه ای. بقیه مواردش که مثل هر ساله شعار اقتصادی مطرح کنه که هر سال میشه عکسش، ملاحظه میکنید، و در ارتباط با نفت و گاز بیاد اظهار نظر کنه، در ارتباط با دلار بیاد اظهار نظر کنه، در ارتباط با سوئیس بیاد اظهار نظر کنه، اینا همش میشه عکسش. شما یادتونه خامنه ای یه متجاوز از دست گفتش که 10 سال قبل، 12 سال قبل گفت غرب تا 9 سال دیگه نمیدونم نفتش تموم میشه، به ما وابستن و حل میشه و بر میشه. دیدید که حالا ما به اونا وابسته هستیم، ایرانی در واقع نظام مردم ایران به غرب وابستن به خاطر همون نفت و گاز، در حالی که اونا مطلقا هیچ احتیاجی ندارن. یادتونه چجوری حساب کرده بودن رو سرمای زمستون غرب و نمیدونم سوخت و فلان، که دیدیش بود. این خامنه ای نمیپذیره اشتباه میکنه. خامنه ای یک دونه اشتباهشو نپذیرفته که هیچی، مثل هر دیکتاتوری هر گونه شکست و هر گونه اشتباه و هر گونه عقب نشینیش هم سعی میکنه پیروزی جلوه بده. بنابراین اینها ادعاهایی که خب این روزا انقدر دیگه راجبش صحبت شده و من دیگه قصد ندارم راجب اون را صحبت کنم. یه هر کسی میدونه که وضعیت اقتصادی خراب، دلار 50,000 تومنه، از اون طرف میبینیم که هر روز گرونی داره کمر مردم رو میشکونه، باز میگه ما موفقیم، نمیدونم میتونیم دلار رو دور بزنیم، دلار رو حذف کنیم، از این حرفایی